سلام، خوش آمدید به صفحه دوی آخر هفته. امشب به دو موضوع می‌پردازیم. موضوع اول درباره مداحی و نقش بعضی مداحان در سیاست و اقتصاد ایران و در بخش دوم نگاه به سوال از وزیر اطلاعات در مجلس درباره پرونده مازیار ابراهیمی. آخرین لحظه امام حسین داره فسقت انفرسه علی خد الایمن. امام حسین از بالای اسب به روی زمین قرار گرفت با صورت راست خودش علی خد الایمن. وقتی رو خاک قرار گرفت چی گفت امام حسین؟ گفت بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه و رحمت الله و برکاته. تصاویری که دیدید شروع جلسه هیئت دولت بود در هفته‌ای که گذشت، جلسه‌ای که تا دقایقی بعدتر در آن حسن روحانی رئیس جمهوری بعد از روزخوانی اعلام کرد که کشور تا یکی دو روز آینده گام سوم کاهش تعهداتش در برجام را برمی‌دارد. این روزخوانی در فضای مجازی واکنش گسترده‌ای داشت، اما این نخستین باری نبود که آقای روحانی در جلسه هیئت دولت روزه می‌خواند. در ایام محرم سالهای گذشته هم این کار را کرده بود. روزه و نوحه خوانی در فرهنگ شیعه ایرانی سابقه طولانی دارد، اما در حکومتی که روحانیون در ایران پایه نهادند، نوحه خوانان هم جایگاه ویژه یافتند و حاشیه‌های ویژه‌ای. از انتشار فیلم یکی از آنها در حال قلیان کشیدن با یک خانم بی‌حجاب با لباس آستین حلقه‌ای، تا یکی دیگر که در بزرگراه هفتیر کشی کرد، تا به تازگی که علیه بعضی از آنها پرونده‌ای با اتهام جاسوسی باز شده، تا انتشار فیلم‌هایی از ارتباط بعضی مداحان سرشناس با پرونده‌های فساد اقتصادی کلان. امشب می‌پرسیم این طبقه مداحی در ایران چطور و چگونه شکل گرفته و کارکرد و قدرت آنها چیست؟ سه مهمان داریم: حسن یوسفی اشکوری، پژوهشگر دینی از بن آلمان، علی معموری، پژوهشگر مطالعات دینی از سیدنی، و بهنام قلی‌پور، روزنامه‌نگار از کلن آلمان. خوش آمد میگم به هر سه نفر. آقای اشکوری، رابطه روحانیون و مداحان در فقه شیعه چطور تعریف شده؟ آیا روشن هست؟ والا نه، خیلی روشن نیست، برای اینکه تاریخ اسلام تاریخ پر ابهامیه و پر چالشیه و پارادوکسیکاله. از یک طرف ما میبینیم در سنت اسلامی حتی کلماتی که از پیامبر نقل شده، سیره‌ای که ما امروز در منابع راجع به پیامبر اسلام میبینیم یکی از امور بسیار بسیار مضمون مداحی است. مداحی یعنی مدح کسی رو گفتن، ثنای کسی رو گفتن، تعریف کردن از کسی. حالا اهم از این که این تعریف خوب باشد، بد باشد، مثبت باشد، منفی باشد، به حق باشد یا به ناحق باشد، ما میبینیم روایت معروفی که خود آقایون رو منبرها گفتن و تو کتاباشون نوشتن که اوس و طرافی وجوه المداحین، بر دهان مداحان خاک بپاشید. این پیغمبر، این سخنی است که از پیغمبر اسلام روایت شده و بارها هم تکرار شده و میشود. اما میبینیم که در تاریخ اسلام به خصوص در تاریخ شیعه و به طور خاص از آل بویه به بعد، بعد از دوران صفویه و بعد تا الان در اوجش در جمهوری اسلامی، می‌بینیم سنت مداحی خودش یک سنت مذهبی شده و چنان هم ارزشی و ارزشمدار شده که کسی واقعا نمیتونه باهاش مخالفت بکنه. بنابراین این خودش یک نکته بسیار مهمیه و حالا اگر لازم باشه در ادامه بحثم گفتگو میکنیم. بله. آقای اشکوری، یک بحث دیگر رو همینجا روشن بکنیم. ممکنه شما این فرق نوحه خوانی، روزه خوانی و مداحی اینها رو به ما بگی؟ آیا اینها با هم فرقی دارن؟ ببینید، در ماهیت نه. من الان سخن آقای روحانی رو پخش کردید، سالهای گذشتم که صحبتشون میشنیدم همیشه به یاد یه جمله از ملکه شعرهای بهار میافتادم، الانم بازم به یاد اون افتادم، دیگه حیفم میاد که اون رو بازگو نکنم. ملک شعرهای بهار که میدونید از رهبران مشروطه بود و از فعالان سیاسی اون دوره، در یکی از نوشته هاش هست که فکر کنم احزاب سیاسیه و مربوط مشروطه است، البته مربوط 178 سال پیش، میگه از بدبختی های مملکت ما این است که روزخون های ما سیاست مدار شدن و سیاست مدار های ما روزخون شدن.
و حالا الان این هر دوتا در هم جمع شده. یعنی میبینیم که آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور میاد اونجا روزه میخونه، برای اینکه عمری در سالیان گذشته خودش هم اهل روزه بوده، روزه خونی بوده، منبر بوده. نه، ماه تفاوت ماهوی نداره، فقط نقششون با هم متفاوته. واعظ ها خب در گذشته یه نقشی داشتن، مداحان یه نقشی داشتن، الان هم همینطوره. یا نمیدونم سخنرانان مذهبی، مولودی خانی، نمیدونم منقبت خانی و سناخانی، اینا همه عناوین اصطلاحاتی است که بیشتر از دوران صفوی باب شده و الان هم خب کم بیش رواج پیدا کرده. بله. آقای مأموری، شما چطور میبینید حضور پررنگ مداحان رو در سالهای اخیر در سیاست ایران؟ فکر میکنید که این رو روحانیون بهش پروبال دادن یا فارغ از خواسته اونها به این شکل اینها رشد کردن؟ نه، به عکس، اصلا در واقع مورد موافقت روحانیون یا طبقه روحانیت این مسئله نبوده. از لحاظ تاریخی اصلا ما چیزی به اسم طبقه مداحان در تاریخ گذشته، در تاریخ آغازین در واقع ظهور مذهب تشیع ما نداشتیم. چیزی که در عصر خود ائمه رایج بوده این که شاعری می اومد مثلا دوبل خزائی و داستان معروفش که برای امام رضا چند بیت قصیده می خوند، 10 دقیقه رو طول می کشید و تمام می شد می رفت. تمام چیزی که از مداحی می تونیم به عنوان یک سابقه تاریخی یاد بکنیم در دوران امامان شیعه چیزی در این حد بوده و یک عنوانی به عنوان یک مداح و یک طبقه گسترده‌ای به این شکل به هیچ وجه وجود نداشته. همونجور که اشکبری اشاره کردن، بذرهای نخستین ایجاد اون رو ما در واقع در دوره آل بویه میتونیم ببینیم، در دوره صفوی بزرگتر شد، اما شکل نهادین اون به شکل اینکه تبدیل به یک مؤسسه اجتماعی گسترده با کارکردهای سیاسی و عقیدتی و معرفتی و غیره در واقع تبدیل بشه، اینو ما فقط در جمهوری اسلامی شاهدش هستیم. به نوعی که مداحان تبدیل به یک رقیب برای روحانیون شدن و عملا طبقه روحانی نسبت به اونها نگاه خوبی نداره. به دو جهت. آقای مأموری، کدوم روحانیون نسبت به اینها نگاه خوبی ندارن؟ چون مثلا ما الان بر اساس خبرهایی که از سازمان تبلیغات اسلامی منتشر شده، سازمانی که به هر حال حکومت ایران خودش ایجاد کرده و داره حمایت میکنه، بودجه های کلان میگیره، میگن نزدیک به 100,000 هیئت مذهبی در کشور وجود داره و به هر حال برای همه اینها کسانی هستند که مدعی میکنن، حالا در سطوح پایینتر، در سطوح بالاتر. شما میفرمایید که روحانیون با اینها مخالفن، پس اینها چطور ایجاد میشن؟ خب اینها رو در واقع حکومت و سازمانهای مربوط به حکومت داره ایجاد میکنه. برای من روحانیت در واقع طبقه سنتی رایج و جاری در حوزه علمیه قم هست. یا حتی اون روحانی که به منبر میره، معمولا اون روحانی که به منبر میره خودش رو در مقام این میدونه که میخواد مجموعی از معارف و معلومات دینی رو به شنوندگان خودش انتقال بده و مداح قرار صرفا یک ذکر مصیبت رو در پایان داشته باشه، چیزی که قبلا رایج بود. الان مداح خودش داره در این مقام میشینه و هم از لحاظ حجم زمانی زمان بیشتری رو به خودش اختصاص میده و هم وارد همه حوزه ها میشه، هم معارف دینی رو تعلیم میده، هم تحلیل سیاسی میکنه، هم مسائل تاریخی رو بیان میکنه و در هیچ کدوم از این موارد هم تخصص نداره. خب، و به طور طبیعی اگر هدف در واقع جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی این هست که ترویج دین اسلام بکنه، چه ضدیتی هست که حالا افرادی به هر حال این کار رو انجام بدن؟ اینکه اسمشون مداح باشه یا روحانی چه فرقی داره برای اونها؟ خب اینو اگه بخوایم از نگاه طبقه روحانیون ببینیم، روحانیون در واقع مداحان رو یک طبقه عوام و دارای سطح کم دانش میدونن و اونها رو در حد این صلاحیت نمیدونن که بخوان وارد آموزش مسائل دینی بشن. این در واقع نگاهیه که اونجا وجود داره. مشکلی که وجود داره اینه که جمهوری اسلامی در واقع از مداحان داره استفاده سیاسی میکنه برای تقویت مجموعی از اهداف خودش، نه برای آموزش مسائل دینی و تقویت جنبه روحانی و معنوی جامعه. آقای قلی‌پور، ما قبلا هم میدونستیم که مداحان وجود دارن. در دهه اول انقلاب، در سالهای جنگ، آقای آهنگران بود، کسان دیگه‌ای بودن که مشهور بودن و مداحان مشهوری هم داشتیم. چه فرقی هست بین مداحانی که این روزها ازشون میشنویم و مداحان سالهای اول انقلاب؟ آیا فرقی اصلا وجود داره؟ بله، طبیعتا که تفاوت‌های اساسی دارن دو با هم.
تجربه در واقع جنگ تجربه متفاوتی بود که مددهان مشخصی مثل آقای کویتی پور بودن، آقای آهنگرام، آقای فخری بودن. بعد از اتمام جنگ در واقع آقای خامنه‌ای با دو هدف مشخص در واقع از مددهان و جامعه مددهان حمایت کرد که پا بگیرن و گسترش بده کنن. اولین در واقع علتش این بود که آقای خامنه‌ای به دنبال یک مشروعیتی بود و از طریق مددهان میتونست این مشروعیتش رو به دست بیاره از طریق هیئت‌های مذهبی. و از بخش دیگه بحث فشار بر دولت آقای هاشمی رفسنجانی بود. آقای خامنه‌ای برای این کار ابتدا از یک تشکلی حمایت کرد به نام انصار حزب الله که در دهه 70 در واقع راه اندازی شد. این در واقع مجموعی از افرادی بودند که رفته بودند جنگ، جانباز بودند و تجربه داشتند. در کنار در واقع این تجمعات یک سری در واقع روزه ها و نوحه ها خونده می شد. بعد از این در واقع تجربه موفق که باعث شد که بحث انصار حزب الله یه مقدار قدرتمندتر بشه، سال 75 یعنی یک سال قبل از انتخابات سال 76 مجموعه‌ای در بیت رهبری و مجموعه‌ای از سرداران سپاه مثل سردار نجات که محور اصلی در واقع این طرح بود، طرح تشکیل یا راه اندازی هیئت رزمندگان اسلام رو در واقع در دستور کار خودشون قرار دادن. هدف عمدهشون هم در واقع در ابتدا تاثیرگذاری در انتخابات سال 78 بود. سال 75 در واقع فرم‌های بسیاری به پایگاه بسیج ارسال کردن که اعضای بسیج رو دعوت می‌کردن که عضو این هیئت بشن. بعد در واقع از بیت رهبری ابلاغ شد به صدا و سیما که تمام برنامه‌های هیئت رزمندگان اسلام که صبح جمعه در بسیار از شهرستان‌ها برگزار می‌شد از به طور مستقیم از صدا و سیما پخش بشه که دعای ندبه بود و دعای ندبه هم آقای البته اشکبری بیشتر از من می‌دونن در واقع یک دعاییه که مربوط به امام زمان و عهدیه که کسانی که هستن شرکت می‌کنن در واقع با امامشون می‌بندن. هیئت رزمندگان اسلام رو در واقع باید پایه هیئت‌های سیاسی و مددهان سیاسی در ایران دونست. بعد از در واقع هیئت رزمندگان اسلام، هیئت‌هایی که سابقا در ایران در تهران به طور سنتی برگزار می‌شد به طور خاص در مسجد ارک، در مهدیه تهران، در یا در شاه عبدالعظیم برگزار می‌شد که آقای در واقع منصور عرضی این رو اداره می‌کرد، به تدریج گسترش پیدا کرد. در غرب تهران شرکت مزدایی که سپاه پاسداران اون سهامون رو خرید، در حسینیه اون برای پایگاه آقای سعید حدادیان شد، در شمال تهران پایگاه ویژه‌ای باز تشکیل شد که آقای در واقع محمود کریمی داره ادارش میکنه، در شرق تهران و مناطق مرکزی حسین سازبر رو ما داریم که حسین سازبر از اعضای ارشد حفاظت اطلاعات بیت آقای خامنه‌ای بود که در واقع یکی از کسانی هستش که در سازماندهی اعضای در واقع لباس شخصی ها و اعضای هیئت های مذهبی و سیاسی در بسیاری از تجمعات و برخورد هایی که در این سال های اخیر به خصوص سال 88 در اون قضایه اتفاق افتاد نقش داشتن. بله. و در مناطق دیگه و افراد دیگه مثل آقای مهدی سلحشور داریم که اینها در واقع مجموع افراد و کسانی هستن که سیاستگذاری هیئت‌های سیاسی رو بر عهده دارن. آقای قالیپور، شما در جملاتی که گفتید کلمه سپاه در کنار نام این مددهان و در واقع بیت رهبری دائم تکرار میشد و به نظر میاد که شما میخواید بگید ارتباط سازمانی هست بین اینها. ممکنه یه شواهد بیشتری به ما بدید که از روی چی میگید که اینها به هم مربوط و مرتبط هستن؟ ببینید، اسناد مدارک مشخص در واقع هیئت رزمندگان اسلام داره نشون میده که در حال حاضر آقای سردار نجات عضو هیئت رئیس هیئت امنای این در واقع هیئت در واقع گسترده هستش. سردار کوسری در واقع باز هم نامش در کنار بنیانگذاران این در واقع هیئت دیده میشه. بله. از آقای آهنگران که نمیدونم چه زمانی به درجه سرداری سپاه رسیدن به عنوان یکی دیگر از بنیانگذاران در واقع این هیئت نام برده میشه. به طور خاص فعالیت های سپاه پاسداران معطوف شده در این در واقع هیئت هایی که
در حال حاضر تقریبا 120 مداح رو بر اساس اون چیزی که در سایت خودشون اعلام کردن باشون قرارداد دارن و کار میکنن. در 31 استان برنامه های هفتگی دارن و علاوه بر این هیئت های هفتگی بسیج رو ما داریم که هر هفته به طور معمول هر پایگاه داره یک هیئتی هست در کنار خودش که در واقع مراسم مذهبی و سیاسی رو برگزار میکنه. آقای اشکبری، در مملکتی که صدا و سیما با همه عظمتش در دست بیت رهبری هست و شخص رهبر رئیس صدا و سیما رو انتخاب میکنه، بودجه های کلانی که هر سال صحبتش هست در مجلس تصویب میشه برای تبلیغات اسلامی، برای نهادهای اسلامی، در مثلا به قم میره، در نهادهای اسلامی و فقهی خرج میشه، چرا باید یک سرمایه گذاری موازی هم برای مداحان بکنن؟ فکر میکنید که چه دلیلی باعث شده که اینها رو بخوان وارد این بازی بکنن؟ ببینید، اول اشاره باید بکنیم به نقش مداحان. یعنی مداحان چه کاری میکنن که وعاظ نمیکنن یا قبلا نمیکردن، یا علمای دینی یا نمیدونم نویسندگان، گویندگان دیگر مذهبی نمیکنن. مداحی رو خب حالا تاریخچه‌اش ما کاری نداریم، خیلی به راه دور نمیریم. پیش از انقلاب که بنده خودم شاهد و ناظر بودم، مداح هم وجود داشت، مثلا نه به عنوان یه طبقه، یه گروه، بلکه به عنوان پامنبری وعاظ معروف. مثلا آقای فلسفی یه وقتی یه جایی منبر میرفت، 10 روز منبر میرفت، بنده خودم ده ها بار شاهد بودم، خب یه مداحی میآمد از اول، یک مثلا 10 دقیقه، یه رو 20 دقیقه، بیشتر کمتر مداحی میکرد، شعر میخوند، منقبت میخوند یا روزه میخوند، تا اینکه یواشاش مردم جمع بشن تا آقای فلسفی مثلا بیاد منبر بره. در جای دیگر هم کم بیش همین جوری بوده. اما الان اینجوری دیگه نیست. الان خود طبقه مثلا مداحان یک نقش بسیار قوی و نیرومندی پیدا کردن. این نقشش هم در چند چیزه. یعنی نقشی است که مثلا یک واعظ متعارف سنتی نداره. یک واعظ میره نیم ساعت، 40 دقیقه، یک ساعت بیشتر صحبت میکنه یا کمتر صحبت میکنه. مجبور یه معلوماتی ارائه بده، مجبور مطالعه‌ای بکنه، یه چیزی بگه برای مردم دیگه، بالاخره یک صلاحیتی برای خودش قائله و یک معلوماتی باید داشته باشه. اما مداح نیازی نیست. مداح یک صوت خوبی میخواد و بعد قدرت مانور شومنگری داشته باشه، اینا شومنن، و بعدم بتونن خیلی راحت با افکار و احساسات مردم بازی بکنن، شعار بدن و عواطف مردم رو تحریک بکنن در جهت خاص. و در جمهوری اسلامی هم این جهت خاص عمدتاً هم سیاسیه. بنابراین این چه که نقشی که امروز مداحان دارن، یه نقش خرافه پراکنی است، یه نقش لومپلیسمه. من نمیخوام بگم هر کسی مداحی میکنه اینجوریه، یا تمام مداحان الان میگن 100,000 نفر یا هرچی که گفته شد همه اینجوریان، ولی اون چه که در صدا و سیما و در رسانه‌های عمومی و در بیت رهبری به طور خاص هر سال که از رادیو تلویزیون پخش میشه، میبینیم که خرافه گرایی، خرافه پروری، عرض کنم عوام فریبی، عرض کنم استفاده از احساسات مردم، هم در جهت اغوای به جهل مردم، یعنی مردم رو در جهل نگه داشتن، و از طرف دیگر از اینها ابزار سیاسی ساختن، توی انتخابات نقش دارن، توی اقتصاد نقش دارن، در ارتباط با دانشگاه‌های نظامی نقش دارن. الان تاریخچه‌شو دوستمون آقای بهنام گفت. بنابراین مجموعه اینا رو وقتی که در نظر بگیریم، می‌بینیم که طبقه مداحان یه طبقه ای هستن که در جمهوری اسلامی با این شکل و شمائل و با این عرض طول کشف شدن و آگاهانه و حساب شده روی اینها برنامه ریزی میشه. یکی یه سال پیش بود اگر درست یادم مونده باشه، در جایی خوندم که حتی دانشگاه تعلیم مداحی دارن تأسیس میکنن. خب این مداح چه بخواد بیاد بگه؟ نه سواد لازم داره، نه هیچی، فقط یه سواد، یک آواز خوبی داشته باشه، بیاد با خرافه ها و با داستان های عجیب غریب و با یه چیزایی که تو قوطی هیچ عطاری پیدا نمیشه، حتی در اون مثلا محافل کتاب های روزخانی مثل روزات شهدای ملا حسین کاشفی و که مربوط به اوایل صفوی است، و بعد تا برسیم به کتاب های بعدی و در دوران نمیدونم که قاجاریه خرافات گسترش پیدا کرد، و بعدم الان هم در جمهوری اسلامی دیگه همه اینها داره تجمیع شده، داره تجمیع میشه در قالب نهاد، عرض کنم که مداحان و نهاد مداحی چون یک نهاد سیاسی هم شده و میتونه که بهتر از وعاظ، بهتر از علما، بهتر از نویسندگان مذهبی، بهتر از هر کسی دیگری میتونه که عواطف مردم رو در جهت خاص سیاسی و اجتماعی یا فرهنگی و ایدئولوژیک مطلوب نظام بسیج بکنه،
از این جهت از این ابزار داره به شکل بهینه‌ای استفاده میشه. بله. آقای مأموری، به نظر میاد اون چه که از صحبت آقایون برمیاد بحث پروپاگاندا هست و استفاده از این طبقه مداحان، حالا به شیوه هایی که آموزش هم داده شدن، همونطور که آقای اشکبری اشاره کرد، صحبت دانشگاهشون هست، کلاس های مداحی هم میدونیم که وجود داشته ظرف دهه گذشته، برای پروپاگاندا استفاده میکنه جمهوری اسلامی اینها رو، اینطور که میگن. فکر میکنید که آیا الان که میبینیم برخوردهایی با بعضی از اینها آغاز شده، آیا جمهوری اسلامی سعی داره که به نوعی این افسار رو به دست بگیره، به نوعی در واقع اینها رو کنترل بکنه؟ ببینید، در واقع همونجور که اشاره کردم سابقا، رقابت همیشه بین طبقه روحانیت و طبقه واعظان وجود داشته. ما حتی در تاریخ گذشته آثار مؤلفات متعددی از طبقه روحانی داریم، مثل کتاب لؤلؤ و مرجان مرحوم نوری، کتاب حماسه حسینی آقای مطهری، آقای امین عامدی نوشته، فضل الله نوشتن، در نقد در واقع خرافه پراکنی و عوامگرایی که در بین برخی از مداحان زیاد وجود داشته. این رقابت همیشه بوده. الان اتفاقی که داره میفته از این منظر و از این خواستگاه نیست. در واقع هدف این نیست که ما بیایم نهاد مداحی رو اصلاح بکنیم، بلکه به جهت اینکه این نهاد مداحی احیانا در اختیار یک اهداف سیاسی رقیبی قرار میگیره، میخوان در واقع جلوی این رقابت رو بگیرن و اونها رو بتونن حذف بکنن. به طور مشخص در واقع جماعتی که به اسم مجموعه شیرازی ها معروف هستن، اونا هم در حوزه مداحی سرمایه گذاری زیادی کردند و از طریق در واقع ترویج مداحی ها و ترویج مجموعی از شاعران و مداحان به یک سری از اهداف سیاسیشون که در تناقض با اهداف سیاسی جمهوری اسلامی هست میپردازن. برای نمونه اونا به دنبال تعارض با اهل سنت هم، به دنبال ترویج و تاکید بیشتر بر موضوع تبری نسبت به دشمنان اهل بیت هستند. دشنام و ناسزاگویی به مجموعی از افراد که اینها برخیشون از اشخاص مقدس نزد اهل سنت هستند، ولی برای این طیف به عنوان دشمنان اهل بیت تلقی میشن. نمونه های از برخورد رو هم که ما شاهد هستیم شکل گرفته، از جمله نمونه اخیر، نمونه های از این دسته، شخصی آمده و وارد این حوزه شده و جمهوری اسلامی به طور طبیعی به نفع وضعیت سیاسیش نیست که بخواد یک تشنج قومی مذهبی در مناطق سنیش ایجاد بکنه یا یک زمینه ای رو برای افروخته شدن بیشتر درگیری بین ایران و عربستان در وضعیت جاری بخواد ایجاد بکنه. سیاست کلی جمهوری اسلامی همیشه این بوده که نگاه ضد سنی نداشته باشه و سعی بکنه از خواستگاه جهان اسلامی و امت اسلامی در واقع با پیرامون خودش و با جهان اسلام تعامل برقرار بکنه. این طیف از مداحان در این مسیر حرکت نمی کنن و در واقع با اونها مقابله میشه. البته بسیاری از اهل سنت با این مسئله که شما گفتید موافق نیستن، میگن جمهوری اسلامی به هر حال امکان انجام فریضه های دینی رو به اونها نمیده، جلوی اونها رو میگیره. حالا ما این بحثمون نیست، من میخوام بحث رو ببرم روی موفق بودن این پروژه‌ای که جمهوری اسلامی آغاز کرد. آیا به نظر شما این پروژه موفقی بود، اینکه مداحان بیان و به این شکل بهشون پرابال داده بشه ظرف 20 سال گذشته، اون اهدافی که جمهوری اسلامی میخواست رو برآورده کرد؟ من فقط یه توضیح ارائه بدم. در واقع من عرض نکردم که اهل سنت فعالیت مذهبیشون آزادی دارن یا ندارن. بله. من اشاره کردم به گروهی از شیعیان که در تضاد با جمهوری اسلامی هستن، گروه موسوم به شیرازی ها، و از مداحان استفاده میکنن برای مقابله با در واقع دشمنان اهل بیت از منظر خودشون، که این دشمنان مقدسات اهل سنت هستند و اهل سنت همیشه گلایه داشتن که در فضای جمهوری اسلامی به اینها آزادی عمل تا حدی داده میشه و اونها احساس میکنن که مقدساتشون احترام کافی نداره در جمهوری اسلامی. بله. نسبت به سوالی که فرمودید، خب تا حد زیادی بله موفق بودن. اصل در واقع تقویت این پایگاه در دوره آیت الله خامنه‌ای شکل گرفت و هدفش بیشتر تقویت مرجعیت ایشون، جایگاه ایشون، رهبریت ایشون نسبت به جهان اسلام بوده و خب این مداحان نقش بسیار زیادی در بسیج عواطف عمومی، در بسیج در واقع طبقه جوان که طبقه بیشتر عاطفی هستش
در این مسیر داشتند و اینها با عموم و توده مردم ارتباط مستقیم بیشتری داشتند نسبت به واعظان، روحانیان و حتی فقیهان و به طور طبیعی تونستند فضای کلی جامعه رو به نفع تقویت رهبری آیت الله خامنه‌ای و جایگاه روحی و معنوی ایشون در ایران و در جهان اسلام تقویت بکنن و مجموعه زیادی از حالا بگیم اسمش خرافه بذاریم یا هر چیز دیگری به زمینه عواطف و مشاعر جمعی رو در این مسیر بتونن بسیج بکنن. در بسیاری از درگیری‌های سیاسی از اینها استفاده شد، آقای قلی‌پور اشاره کردن، برای سرکوب کردن یا برای محدود کردن فعالیت سیاسی گروه‌هایی که به نوعی ممکن بود به رقابت با آیت الله خامنه‌ای یا مجموعه‌های مربوط به ایشون منتهی بشه. برای نمونه به موضوع سرکوبی مثلا آیت الله منتظری در قم که چندین بار صورت گرفت، به بیت ایشون حمله شد، معمولا گروه‌های رهبر و تنظیم کننده این فعالیت‌ها، مجموعه از هیئت‌های مذهبی به ریاست مداحانی نزدیک به این جریان بودند. نمونه‌های متعدد دیگری در تعرض به آقای خاتمی به دیگران داریم که اکثر اینها در واقع از طریق این طبقه شکل می‌گرفت. اخیراً آقای قلی‌پور خبرهای زیادی شنیدیم، یکیش این هستش که بعضی از اینها به جاسوسی متهم شدند، حالا در کنار پرونده‌های اقتصادی دیگری که حالا مطرح هست. من اول قبل از اینکه به جزئیات اون پرونده جاسوسی بپردازیم از شما می‌پرسم که آیا فکر می‌کنید این به هر حال اعلان جرم و اعلان اتهام علیه اینها شروع برخورد با مداحان هست برای اینکه به نوعی قدرتشون رو کنترل بکنن یا نه؟ من اینطور تصور نمی‌کنم، به خصوص که در مورد مداحان که متهم به جاسوسی شدن، اگر مداحان متأخر رو مد نظرم باشه، یکی دو تا از این مداحان که حالا من نمی‌خوام اسمشون بیارم و شاید هم فراموش کرده باشم، اینها در سپاه تهران در واقع مسئولیت داشتن و کار میکردن، که الان من براساس آخرین اطلاعاتی که از این مداحان کسب کردم مشغول اعلام کردن که مشغول کار آزادن، یعنی احتمالاً از سپاه به هر دلیلی اخراج شدن یا بازخرید شدن و در واقع به خارج از سپاه گذاشته شدن. در مورد دستگیری اخیر همونطور که دوستمون اشاره کردن، من فکر میکنم این بازداشت ها که رئیس بسیج مداحان اعلام کرد بیشتر معطوف و وابسته به جریان شیرازی ها باشه، جریانی که در واقع به شدت تحت تاثیر قالیون شیعه. بذارید من این رو بگم، چون این خبر به هر حال خبری است که منتشر شده، سخنگوی قوه قضاییه گفته که دو مداح بازداشت شدن، گفته که فعلا یکیشون با قرار وثیقه آزاده، و چیزی که گفته که اینا پرونده‌شون در دادسرای ویژه روحانیت در حال بررسی. قبلا بعضی از کانال‌های تلگرامی اسمای اینها رو هم گفته بودن که اینها با یک زن در سفارت فرانسه در ارتباط بودن و برای همین اتهام جاسوسی برای اونها مطرح شده برای اسرائیل هم. حالا منم مثل شما ترجیح میدم حالا اسمای اونها رو نگم، چون واقعا اینها در حد اتهام هست و ما واقعا نمیدونیم که چقدر ممکن هست که اثبات شده باشه یا نه. ولی بحث این هست که به هر حال این یک پرونده هست که قوه قضاییه الان داره بررسی میکنه، پرونده جاسوسی برای این مداحان. بله، ببین، اراده نظام در برخورد با مداحان نیست. آقای خامنه‌ای به این نیرو نیاز داره. ما همونطور که شما اعلام کردید 100 هزار قبل تقریبا 4 سال پیش 63 هزار تا هیئت داشتیم. آمارهای جدید میگه 100 هزار هیئت داریم. آمارهای در واقع جدید باز هم میگه ما 30 هزار مداح در کل کشور داریم که بخشی از اینها فصلی هستن و بخشی از اینها کاملا هر هفته، یعنی در 52 روز هفته برنامه دارن، که بسیاری از اینها متعلق به 43 هزار هیئتی که هستش که در واقع پایگاه بسیج هر هفته برنامه دارن و مداحان مختلفی از جاهای مختلف یا محلهای مختلف مداحی میکنن. اراده نظام در برخورد با مداحان نیست. ممکنه همونطور که اشاره کردید در بین مداحان هم کسانی باشن که دوچار انحرافهای اخلاقی، سیاسی یا فرهنگی میشن. بذار مشخص بپرسم ازتون، یه مداح اگه قرار کارش مداحی باشه، کارش روزخانی باشه، در منبر باشه، چه چیزی داره برای جاسوسی؟ چه امکانی داره برای جاسوسی؟ مگر اینکه ارتباطی با نهادهای ویژه‌ای داشته باشه، مگر نه؟ پرسش اصلی همینجاست. الان تقریباً
از میان مداحان 120 مداح مشهوری که زیر نظر هیئت رزمندگان اسلام دارن فعالیت میکنن، دست کم 5 تا 6 تا از این مداحان مستقیم یا غیر مستقیم با سپاه پاسداران همکاری دارن. اما اینکه اینها چقدر سطح دسترسی دارن به اطلاعات سپاه پاسداران یا منابعی که برای اسرائیل یا کشورهای متخاصم یا دشمن جمهوری اسلامی باشه، این یک پرسش اساسیه که اصلیه که یک مداح چقدر اطلاعات میتونه داشته باشه که متهم یه جاسوس در واقع جاسوسی کنه برای یک دولت متخاصم. این پرسشیه که سپاه پاسداران یا قوه قضاییه نهادهای اطلاعاتی هنوز در مورد این پرونده ها اطلاعاتی مشخص و روشنی نکردن و اطلاعاتی هم در واقع در این زمینه وجود نداره. بله، بحث دیگرم باز من از شما میپرسم، برای اینکه میدونم شما این موضوع رو خیلی روز جزئیات دنبال میکنید، بحث پرونده فساد مالی هست برای به طور مشخص یکی از این افراد که حالا چون اسمش همه جا هست، حسن رعیت، آقای میرکاظمی، که همه تقریبا در موردش میدونیم و شنیدیم، کسی هست که در بحبوحه 88 هم عکسش همه جا بود و صحبتش بود، با بابک زنجانی هم همه جا دیده شده بود. بحث این هستش که آیا میشه گفت که این هم بخش دیگری از روند مبارزه با فساد هست که در قوه قضاییه فعلی میگه که این سرلوحه کارهاش هست، یا این رو میشه باز برخورد با مداحان دونست برای کنترل اونها؟ ببینید، فساد همه جا رخنه کرده، یعنی از بیت رهبری شما بگیر تا به پایین، این فساد در همه در واقع ارکان نظام یا جامعه ایران وجود داره و دیده میشه. حالا در برخورد با فساد بخشی از این در واقع نخی که آقای احمدی نژاد روزگاری ازش صحبت میشد کشیده شده، یک بخشش الان یک سری هیئت ها در واقع مشخص میشه که تأمین میشدن از سوی افرادی مثل آقای حسن رعیت یا حسین هدایتی، یا ما حتی کسانی رو داریم که مربیانی رو داریم که در واقع دستمزدهای بالا دارن و الان در جنوب تهران یش برخی شهرستان ها حالا به طور مشخص در شیراز هیئت های بزرگی دارن، از این هیئت ها حمایت مالی فراوانی میکنن. به نظر من اگر قوه قضاییه بخواد با این روند با فساد برخورد کنه، هیئت های بیشتری درگیر این پرونده خواهند شد، پرونده های مشابه یا همین پرونده که مد نظر شما هستش. آقای اشکبری، شما روحانی بودید، خودتون روحانی هستید و میدونید که به هر حال بحث مسئله امام حسین مسئله بسیار زنده هست در فرهنگ شیعه ایرانی. فکر میکنید چه تأثیری گذاشته حضور این مداحان حکومتی در باورهای عمومی مردم؟ آیا اونها رو نزدیکتر کرده به بحث کربلا و امام حسین و بحث‌های مذهبی از این دست، یا باعث دور شدن اونها میشه؟ حالا این دیگه وابسته به این است که متر و معیار ما در داوری چی باشه. اگر از دید شخص بنده میپرسید، من معتقدم که این نوع مداحی‌ها از اساس و بنیاد ضد شیعه است، ضد امام حسین، ضد ارزش‌های اولیه و اصیل اولیه اسلامی هست، و بعدم الان هم که اونچنان با دروغ و فریب و انواع خرافه آمیخته است. بنابراین این نمدایی ها در گذشته و به خصوص در جمهوری اسلامی هم سیاسی هم که شده، جامعه و مردم رو هم از اخلاق دور کرده، هم از دیانت دور کرده، هم ارزش هایی که امام حسین برای اون شهید شد دور کرده. و بنابراین از این منظر نگاه کنیم، نه خب به نظر میاد که دور شده و به هر حال موفق نبوده، بلکه به ضد خودش تبدیل شده. اما اگر با متر و معیار جمهوری اسلامی و یا اون کسانی که مداح پرورند و عرض کنم که مدافع اونا هستن، اسپانسرشون هستن، امکانات مالی در اختیارشون میگذارن، صدا و سیما در اختیارشون میگذارن، بیت رهبری رو در اختیارش میگذارن، یعنی جاهایی رو که برد اجتماعی و مردمی بسیاری داره، خب طبیعیه که باید گفت که به طور نسبی لااقل موفق بودن. صحیح. یعنی تونستن که به اون اهداف خاص و مشخص خودشون برسن. یه جمله هم در اینجا اضافه بکنم، و اینکه میبینیم مداها از گذشته تا بخصوص جمهوری اسلامی مثلا حتی جای وعاظ رو گرفتن، جای روحانی و سخنگویان سنتی رو گرفتن، یکی از دلایلش اینه که امام حسین و کربلا که اساسش از گذشته هم اینجوری بوده، اشک در آوردن اشک مردم بوده، خب یک منبری که مثلا میخواد برای یک ساعت صحبت بکنه، مثلا چجوری میتونه اشک مردم رو در بیاره؟ من یادم از آقای فلسفی یه زمانی که در دهه 30 و 40 و 50 مشهورترین واعظ بود،
ایشون میرفت صحبت میکرد از آدلر و یونگ و نمیدونم این حرفا صحبت میکرد. خب با این حرفا که نمیشه اشک مردم رو در آورد. بنابراین باید یک مداحی یا یک روزخون مداحی مانند مرحوم شیخ احمد کافی باشه بل. که ظاهرا منبری سخنرانی مذهبی میکنه، حدیث روایت هم میکنه، اما روزخون بسیار ماهری هم است، مداحی بسیار ماهری هم است. و بعدم یا تو مهدیه کافی که ما نمیدونم سگ کوی اویم او نمیدونم شماها جوانها بیاد نداری، ولی میتونید نواراشو الان شاید هست پیدا بکنید. و شریعتی هم به تن میگفت که مذهب سگ پرور. خب این نقش و کارکردی است که نهاد روزخونی سنتی و خصوص ادعایی و این نوع تفکر و این نوع نهاد از گذشته تا حالا داشته دیگه، جز عوام فریبی و اغوا کردن مردم و فریبکاری و دور کردن مردم. از معمولی رو ببینیم راجع به این. آقای معمولی شما چی فکر میکنید؟ آیا فکر میکنید که این نگاه نگاه موفقی بوده، تونستن مردم رو به هر حال علاقمندتر بکنن به این جور بحث‌های مذهبی یا نه؟ ببینید بستگی داره که در واقع ما اهدافمون چی باشه. همونطور که در قسمت سابق اشاره کردم، اگه اهدافمون اون اهدافی باشه که در دوره در واقع رهبری آیت الله خامنه ای از مداحی خواسته شده، خب این اهداف سیاسی تا حد زیادی موفق بوده، تونسته به نفع تقویت این جریان سیاسی که مد نظر بوده بی انجام. اما اگر از منفعت در واقع عموم و از لحاظ مصلحت عام بخوایم به این قضیه نگاه بکنیم، نه، تقویت این جریان برخلاف جریان عقل گرایی است و حتی برخلاف جریان معنویت گرایی است. بله. هنگامی که در واقع به دنبال ترویج امور دینی هستیم، ترویج امور دینی باید بر پایه یک نوع تعقل و خردورزی باشد و باید در نهایت منتهی بشه به تقویت مجموعی از رفتارهای اخلاقی و مجموعی از مشاعر در واقع معنوی و روحانی در درون. این نوع مداحی به این منتهی نمیشه، مداحی که درش از یک متشکرم آقای معموری. متاسفانه وقت ما تمام شد. آقای معموری، آقای اشکوری، ممنونم از شما. این هفته وزیر اطلاعات در مجلس به سوالات نمایندگان از جمله درباره پرونده متهمان ترور دانشمندان هسته‌ای پاسخ داد. پرونده‌ای که بی بی سی فارسی با مصاحبه با مازیار ابراهیمی یکی از متهمان آن فاش کرد که وزارت اطلاعات وقت علیه بیش از 100 نفر پرونده سازی کرده، آنها را شکنجه و بازجویی و بعد آزاد کرده است. محمد مهدی برومندی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس، در خصوص این جلسه گفت که آقای صادقی از پاسخ وزارت اطلاعات در زمینه ترور دانشمندان هسته‌ای قانع نشده و قرار شده که کار کارشناسی بیشتری صورت بگیره. این کار بیشتر چی میتونه باشه؟ برای این بخش دو میهمان داریم. آقای قلی‌پور از بخش غرب با ما همراه هستند و فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، هم از فرانکفورت آلمان به ما پیوستند. آقای سرکوهی، این پرونده به نظر میاد که یک پرونده بسیار خاصی هست، از این نظر که یک گروه خودسر در وزارت اطلاعات این بار متهم نیستند، کل وزارت اطلاعات صحبتش هست که اشتباه کرده و میپذیره این اشتباه رو. آیا فکر میکنید این شروع تغییری در وزارت اطلاعات میتونه باشه؟ البته در گذشته گروه های خودسر نبودن که این کار رو میکردن، بلکه کل وزارت اطلاعات بوده. منظورم از صحبت های خود جمهوری اسلامی هست که اونها میگن گروه خودسر بودن، ولی این بار میگن خودمون بودیم. بله. اما به هر حال به نظر من چه اینا بگن گروه خودسر بودن چه بگن خودمون بودیم، به دلایل گوناگون، هم به دلایل به اصطلاح اون چیزی که در عمل میبینیم، هم به دلایل ساختاری، هم به دلایل قانونی، این به اصطلاح شکنجه کردن برای گرفتن اقرار در وزارت اطلاعات و دیگر نهادهای امنیتی و حتی در اداره آگاهی، من زندان بودم دیده بودم که متهمان به دزدی و اینها رو هم شکنجه میدن و ازشون به زور اقرار میگیرن، این ادامه پیدا خواهد کرد. چرا؟ چون اولا توجه بکنیم که ما در قانون شلاق مهمترین شکنجه ای که اعمال میکنن بر متهمین شلاق زدن هست. من خودم میدونم دارم چی میگم چون تجربه شو دارم. همه هم نوشتن که دردناکترین شلاق هست. در قانون مجازات اسلام در قانون گفته شده که به اصطلاح شکنجه برای اقرار نباید باشه، اما در قانون مجازات اسلامی ما تعزیر داریم. تعزیر یعنی اینکه قاضی میتونه حکم شلاق زدن صادر بکنه. یکی از دلایلی هم که میشه بر این اساس به اصطلاح حکم صادر کرد این هست که بازجو میگه شما دروغ میگین یا حقیقت رو کتمان میکنین، از شما میپرسن جاسوسی شما میگین، میگه که شما دارین حقیقت رو کتمان میکنین، شما رو شلاق میزنه. ما میبینیم که شلاق بالاخره آدمی رو مجبور میکنه. دوم اینکه
خود این زمانی که وزارت اطلاعات تأسیس کردن، اینها آقای عجاریان ها گفتن که ما میدونستیم که در این نهاد امنیتی اقداماتی صورت میگیره که خوب نیست به امام منتسب بشه، پس گفتیم وزارت خانه بشه. بعد یک مجتهد گذاشتن در رأسش. توجه بکنید که چرا مجتهد باید در رأس وزارت اطلاعات باشه؟ چون مجتهد میتونه فتوا صادر کنه. فتوا امری فراقانونی است، یعنی مثلا فتوای قتل سلمان رشدی که در قوانین ما نداریم همچین چیزی. مجتهد میتونه دستور قتل صادر کنه، حق داره این کار رو بکنه از نظر حالا مثلا نگاه اسلامی. بنابراین وقتی که یک وزارتخانه داریم با یه سری مجتهد که میتونن فتوا صادر بکنن، اینا فتوای شلاق هم صادر میکنن. بعد اساس قضیه این است که در دنیای متمدن میکانیزم های تعبیه شده که حقوق متهم حفظ بشه. یکی از این میکانیزم ها این استش که بازجویی باید با حضور وکیل باشه، یعنی از متهم از لحظه بازداشت باید وکیلش حاضر باشه. چرا؟ چون متهم به تنهایی در مقابل بازجو که قدرت مطلق هست، طبیعی است که اون بازجو بالاخره دست به اقداماتی میزنه علیه متهم. وکیل وقتی باشه نفر سوم هست اونجا، و بعد هم اقرار در هیچ دادگاهی در دنیای متمدن قابل قبول نیست، باید اسناد و مدارک ارائه بشه. و بعد هم اینکه علاوه بر این ما قدرت همسنگ، بدون قدرت همسنگ شکنجه ادامه پیدا خواهد کرد. قدرت همسنگ یعنی چی؟ یعنی اینکه رسانه ها دسترسی داشته باشن به مثلا دادرسی ها و پرونده ها و بعد بتونن اونو آزادانه منعکس کنن، یعنی آزادی رسانه ها. و بعد هم البته افکار عمومی واکنششون بده، چیزی که در قفس مثلا ما میبینیم در آلمان مثلا شکنجه نیست، اما اگر پلیس ممکنه بدرفتاری بکنه با کسی، رسانه ها منعکس میکنن، افکار عمومی واکنش نشون میده، اون پلیس رو مجبور به اصطلاح با این کار جلو ادامه این شیوه رو میگیرن. ما در ایران متاسفانه میبینیم که الان قضیه همین پرونده ای که شما اشاره کردین که خود وزارت اطلاعات هم اومده گفته بله اینها شکنجه شدن و ما شکنجه کردیم و غیره و غیره، افکار عمومی، من نمیدونم چند درصد از مردم ایران از این وقایع اطلاع دارن. البته وزارت اطلاعات نمیگه شکنجه کردیم، میگه ما اینا رو اشتباهاً گرفته بودیم بعدم آزاد کردیم. نه خب من اینا مجبور به اقرار دیگه، ما که شما میگه اقرار کردیم، ولی اینا در واقع وزارت اطلاعات نپذیرفته که اینا رو شکنجه کردن. خود بی بی سی در نمیدونم دیگر رسانه‌ها منعکس شده که اینا اومدن گفتن ما شکنجه شدیم، شلاق خوردیم و اقرار کردیم. و بعد این اقرارها غلط بوده. بسیار بود. حالا چند، من نمیدونم چند درصد از جامعه این رو، این به اصطلاح مخاطبین این رسانه‌ها یا در فضای مجازی هستن، اما بالاخره درصدی هستن. شما حتی این سلبریتی‌های رانتی رو هم نمیبینید که واکنششون بدن. اینکه افکار عمومی، شما اگر در مثلا اروپا بدرفتاری پلیس وجود داره، اما افکار عمومی واکنششون میده، به خیابون میان تظاهرات میکنن و مجبور میکنن که به اصطلاح اون پلیس محاکمه بشه، اما ما در ایران نمیبینیم. حالا شاید یک موزه مجموع همه اینها، یعنی ساختار جمهوری اسلامی از طرفی، اینکه قانون شلاق زدن رو تایید کرده، اجازه داده شلاق زدن رو تحت عنوان تعذیب، اینکه مجتهدین در وزارت اطلاعات هستن و فتوا میدن و حق دارن فراقانونی فتوا بدن، و مهمتر از همه اینکه وکیل در بازجویی ها نیست، اینا فقط در دادگاه اجازه میدن به وکیل، اونم با هزار تا اما و اگر. وقتی وکیل در بازجویی نیست، متهم و قاضی تنها هستن، چه من اینا در اداره آگاهی هم متهمین به دزدی و شکنجه میدن، در اطلاعات هم میدن، در فرمان هم میدن. بنابراین مجموع همه اینا رو اگر با هم دیگه جمع بکنیم، میتونیم بگیم که اقدامات ساختاری صورت نخواهد گرفت. به ویژه که همین حالا هم همین خود بی بی سی گزارش منتشر کرده، گزارش خوبی هم است درباره آقای احمدرضا جلالی که شکنجه شده، اقرار کرد، حالا دوباره بردنش تحت فشار قرار میدن که بی اقرارای جدید بکنه بعد از حتی بعد از این ماجرا، یعنی نشون میده که این قضیه تداوم پیدا خواهد کرد. آقای قلی‌پور، به نظر شما آیا اصلا هیچ وقت وزارت اطلاعات ظرف این سالهای گذشته تغییر عمده‌ای کرده؟ آیا شیوه های وزارت اطلاعات تغییری کرده؟ بسیاری میگن که وزارت اطلاعات همون هست که بود از دهه اول تا به الان، اقرار اجباری و اون چیزهایی که آقای سرکوهی هم توصیف کردن، همون فرهنگ و همون ویژگی ها مونده. دوچار یک تغییر بنیادین شده، به این معنی که بعد از اینکه سازمان اطلاعات سپاه تشکیل شد، وزارت اطلاعات به تدریج از پرونده های مهم امنیتی و سیاسی کنار گذاشته شد. و در دولت آقای روحانی، من قبلا هم گفتم، تبدیل به یک پلیسی در برای مبارزه با قاچاق، برای مبارزه با اشرار و برای مبارزه با سرقت مسلحانه شده. ما گزارش متعددی در دولت آقای روحانی داریم که وزارت اطلاعات بارها اعلام کرده که قاچاق سوخت یا مواد یا کالا در مرزها کشف کرده، در حالی که
این در واقع برخورد. آقای قلی‌پور من می‌خوام اینجا شما رو بهتون یادآوری کنم یه پرونده هم همین چند هفته پیش آقای علوی با خیلی سر و صدا اومد گفت که ما نمیدونم تعداد زیادی جاسوس گرفتیم فلان داریم با اون، یعنی فقط همین نیست که داریم مثلا فقط بحث‌های پرونده‌هایی که شما اشاره کردید نیست، پرونده جاسوسی هم مطرح هست، پرونده‌های دیگری هم الان وزارت اطلاعات در دستش هست و صحبتش رو می‌کنه. بله، نقش وزارت اطلاعات در دولت آقای روحانی به شدت به اعتقاد من به حاشیه رفته و دست بالا رو در پرونده‌های مهم امنیتی و اطلاعاتی سپاه، سازمان اطلاعات سپاه داره. بله. و شاید بهتر اینطوری بگیم، ما در مورد نقشش صحبت نمی‌کنیم، در مورد شیوه های وزارت اطلاعات بیشتر الان داریم صحبت می‌کنیم. آیا تغییر کرده یا نه؟ من گزارشی یا اخباری به دستم نرسیده یا نخوندم جایی که به ناشی یا حاکی از این باشه که شیوه های وزارت اطلاعات در بازجویی یا در برخورد با جرایم یا کیس های جاسوسی تغییر کرده باشه. من آقای سرکوهی اشاره کردن به این که به نظر میاد که افکار عمومی هم اونطور که باید واکنشی که باید رو نشون نداد، مثلا به پرونده مازیار ابراهیمی هر جای دیگه دنیا بود ممکن بود خیلی واکنش ها تندتر باشه. مجلس هم آقای صادقی اومده گفته من راضی نشدم، ولی تنها نماینده ای هست که در این زمینه به نظر میاد که حالا به اضافه آقای مطهری صحبت هایی کرده. فکر میکنید چقدر این میتونه، چقدر این باعثش هست که تغییر عمده‌ای ما در شیوه های برخورد با همه کسانی که به نوعی متهم هستند در پرونده های سیاسی و امنیتی در ایران در این سالها شنیدیم که چه برخورد هایی باشون شده، حتی متهمان فرهنگی، فکر میکنید این باعثش هست، اینکه افکار عمومی واکنش جدی نداره به این چیزهایی که از وزارت اطلاعات میشنوه؟ در حال حاضر در وضعیت کنونی ایران که رفتار افکار عمومی بیشتر در شبکه‌های اجتماعی خودشون نشون میده، این اعتراض‌هایی که بعد از در واقع افشای وضعیت آقای ابراهیمی از سوی بی بی سی انجام شد، ما خب شاهد اعتراض‌ها و انتقادهای فراوانی بودیم که وزارت اطلاعات باید پاسخگوی این وضعیت باشه، این رسوایی که رخ داده و وزارت اطلاعات باید بیاد و پاسخ بگه. منتها بحث من در مورد این هستش که من آقای روحانی رو و دولت آقای روحانی رو شاگرد اول دولت آقای هاشمی رفسنجانی میدونم. اگر در دور اگر پرونده های قتل در واقع سر به نیست کردن و برخورد با روشنفکران در دولت آقای هاشمی رفسنجانی روشن شد و تغییری در برخورد با وزارت اطلاعات پیش اومد در مواجهه با روشنفکران، قطعا باید این تغییر در دولت آقای روحانی هم ما شاهد بودیم، در حالی که به نظر من همچنین در واقع اتفاقی نیفتاده. وزارت اطلاعات همچنان خودش رو غیر پاسخگو میدونه به افکار عمومی و ما در این پرونده من پیش بینی میکنم که دولت آقای روحانی مشابه رفتار آقای هاشمی، دولت آقای هاشمی رفسنجانی عمل خواهد کرد و با کمترین هزینه و با کمترین اطلاعات تلاش خواهد کرد که این پرونده رو رفع و رجوع بکنه. بحث شکایت از وزارت اطلاعات هم مطرح هست. خود آقای ابراهیمی میگه که شکایت کرده، آقای سرکوهی در ایران شکایت کرده، مجبورش کردن که رضایت بده. به نظر شما چرا علارغم اینکه میدونیم ما گاهی در ایران بدبستان‌های سیاسی، دعواهای سیاسی میتونه باعث بشه که خیلی چیزا اتفاق بیفته، خیلی دعوا رو بشه، چرا در این قضیه دستگاه قضایی نه از این فرصتی که بالاخره در اختیارش قرار گرفته بود استفاده نکرده؟ میدونیم به هر حال دستگاه اطلاعاتی که در موردش صحبت می‌کنیم، دستگاه اطلاعاتی دوره آقای احمدی نژاد هست، خیلی ها ممکن است در دستگاه قضایی می‌خواستن اون رو بزنن. اولا که این انتصابی که این دستگاه اطلاعاتی احمد نژاد از فرق دارد با دستگاه اطلاعاتی روحانی یا نمیدونم رفسنجانی آتنی ناشی از نشناختن ساختار امنیتی و ساختار امنیتی این نهادی است که همیشه وجود داره، ممکنه یه فردی از اون به یه نهاد دیگه بره یا بیرونش کنن یا هرچی، اما اینا نهادی و ساختاری عمل میکنن و وزارت اطلاعات معمولا خودش با شورای امنیت ملی هماهنگ میکنه و رئیس جمهور هم عضوی از شورای امنیت ملی هست. بنابراین اولا این رو نمیشه اینطوری تقسیم بندی کرد. دوما این درست شما گفتین که بعضی موقع ها تضادهای باندی و گروهی سبب افشای پرونده های میشه، مثل همون قتل‌های زنجیره‌ای یا مثل مثلا همین پرونده اخیر که میگن سپاه پاسداران و به اصطلاح به ذات الله با هم تضاد داشتن و این اینطوری شده. اما
واقعیتش این هستش که وقتی درست است که اینا با هم دعوا دارن، اما یک جاهایی هستش که اون جاها دیگه اساس نظام مطرحه. همیشه در همون دوره آقای خاتمی هم، آقای خاتمی موقعی که به اساس نظام رسید به 4 نفر محدودش کرد و بعد شکنجه در دوره آقای خاتمی ادامه پیدا کرد. نمونه های زیادی هستش و به خصوص که اینا هر به خودشون حق میدن که اگر به کسی گفتن تروریست یا تجدید طلب یا کرد یا سنی شکنجهش کنن، در حالی که ما میدونیم آمریکا اگر مثلا تروریست های القاعده شکنجه میکنه در بیرون از خاک آمریکا این کارو داره میکنه، چون در خاک آمریکا اجازه نداره، حتی اگر متهم به تروریست باشه در اروپا هم نمیکنن این کارو. دولت حق نداره شکنجه کنه هیچ کسو با هیچ اتهامی. حالا واقعیت این است که چرا دستگاه قضایی الان استفاده نمیکنه که مثلا علی آقای احمد نژاد، برای اینکه اینجا پای آقای احمد نژاد وسط نیست، پای ساختاره. این ساختار نهادهای امنیتی ایران، حتی اداره آگاهی، من خدمت شما عرض کردم زیرزمینای اداره آگاهی رو ببینید، من زندان بودم دیدم دیگه، این به متهمینی که از اداره آگاهی میان لک و پار بودن به اندازه ماها. ساختار نهادهای امنیتی ایران بر شلاق استواره، بر این که شما رو میگیرن شکنجه میدن و پرونده سازی میکنن. بنابراین حالا اگر شما بیاید به این ساختار حمله بکنین، در واقع به ساختار اساسی هم دیگه، یعنی شما نمیتونید بیاید بگین که خیلی خوب آقای مصلحی وزیر اطلاعات بوده این اشتباه کرده، اما خب اونم ده تا پرونده که در همین دوره آقای روحانی که ایشون دارن میگن، در همین دوره آقای روحانی سپید قلیان و اسماعیل بخشی و اینا رو شکنجه کردن دیگه، اینو که خود شما هم منعکس کردین در همین دوره. ولی اصلا آقای سرکوی حالا میدونید فرمودین به خاطر دعوای دو نهاد و فلان اینها این رو شده، ولی به هر حال میتونستن خیلی این رو بیشتر لاپوشونی بکنن. چطور شد که به این حد، تا این حد اینا صد خورده ای آدم رو گرفتن، بعد یه همچین پرونده ای در این حجم ایجاد کردن؟ نمیتونستن یعنی با یه جوری اینو جمع و جورش بکنن که اینطوری آبروریزی نشه براشون؟ چرا، هزار تا کار میتونستن بکنن، اما این همیشه در مورد همه پرونده‌های اطلاعاتی مطرحه. مثلا منو رو بودن اون افتضاح بار اومد، خب میتونستن پول بدن به یه راننده یا یکی از خودشون، تصادف تو خیابون ایجاد کنه، بعدم بره دیگه‌شو بده، همون باور کردن خب تصادف تو خیابون شده دیگه. ببینید مسئله این هستش که نهادهای امنیتی ایران به دلال گناهی اینا به اعترافات تلویزیونی نیاز دارن، به در جنگ تبلیغاتی که دارن باید این اعترافات تلویزیونی رو بگیرن، حالا از این از اون از اون غیره، این خودش یه بخش از بحث است که الان وقت نداریم بگیم. دوم اینکه دستگاه‌های امنیتی ایران، دستگاه‌های امنیتی اروپا بر اساس جمع‌آوری مدارک استوار، باید مدارک عینی ببرن به دادگاه ارائه بدن، نه اقرار متهم. بعد دادگاه دستگاه‌های امنیتی ایران البته تعقیب و گریز و مراقبت و اینها دارن، نه که ندارن، اما بر شلاق استوارن، یعنی بازجو میدونه که ببین وقتی من شما میگم یعنی اقرار و به اقرار استوار بودن و بر اقرار و دادگاه هم بر اقرار استوار هست، سبب میشود که شما داستانی مثل داستانهایی که میسازید زیاد توش جدی نباشید، زیاد دقیق نباشید، زیاد تدارک براش نبینید و گندش بیاد بالا. آقای قلی‌پور یه دقیقه بیشتر وقت نداریم، من میخوام فقط نظر شما رو در مورد واکنشی که در مجلس دیدیم بپرسم. اینکه آقای صادقی گفته من راضی نشدم، به نظر شما باعث تغییر خواهد شد، فشار بیشتری روی دولت و وزارت اطلاعات خواهد آورد یا نه؟ من بعید میدونم مجلس فعلی این قدرت داشته باشه که دولت آقای روحانی رو پاسخگو بکنه، به خاطر این اسمشون یادم رفت اشاره کردن، بحث سازمان اطلاعات یا اطلاعات در ایران به جمهوری اسلامی بحث ساختاری هست و به طور معمول کسی رو اجازه نمیدن که اگر پرونده‌ای به مشکل خورد در سیستم اطلاعاتی و امنیتی ایران تا آخر خط اون پرونده رو در واقع به یک سرانجام مشخصی برسونه. من تحلیل من این هستش، نه مجلس و نه قوه قضاییه این اراده رو داره و نه این توان رو نخواهد داشت که این پرونده مشخص رو به یک سرانجام مشخصی و روشنی برسونه. متشکرم از هر دوی شما، بهنام قلی‌پور که از آغاز برنامه با ما بودن و فرج سرکویی که برای این بحث به ما پیوستند، و ممنونم از شما که با این صفحه دوی آخر هفته همراه ما بودید. برنامه رو میتونید روی وبسایت ما و سایت یوتیوب مجدد ببینید. برنامه بعدی ما روز سه‌شنبه. شب روزتون خوش.